منابع محلی از مقاومت جمهوری مسلمان نشین روسیه در برابر بسیج عمومی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر دادند. گفته می شود جمهوری داغستان از روز 25 سپتامبر که فرمان بسیج عمومی پوتین برای شرکت جوانان و نیروهای غیر از ارتش در جنگ اوکراین صادر شد، صحنه اعتراضات عمومی است که به جز ده ها اعتراض دیگر مهمترین تظاهرات در ماکاچ قلعه روی داده است. بخش خیاطخانه یا آستان مقدس عباسی دوخته پرده جدید ذریح امامین عسکریین علیه ما سلام را بر عهده گرفت. عبدالزهر داوود مسئول خیاطخانه ی آستان مقدس عباسی ضمن اعلام این خبر گفت این پرده ی مشکی رنگ که برای تولید آن از پارچه ی ارزشمندی استفاده شده هدیه ی از آستان عباسی به حرم امامین عسکریین علیه ما سلام خواهد بود تا در ماه محرم الحرام و صفر الاحزان سال آینده مورد استفاده قرار گیرد. جمع زیادی از فعالان شیعه و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در داخل و خارج از سوریه خواستار ساخت ذریح جدیدی برای حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیه در دمشق پایتخت سوریه شدند. این فعالان با راه اندازی کمپینی از همه علاقمندان به ویژه مقام های آستان های مقدس حسینی و عباسی علیهم السلام درخواست کردند که به گفته آنان ذریحی درخور و لایق برای حرم حضرت رقیه سلام الله علیها ساخته شود. شورای علمای شیعه در پاکستان با همکاری برخی مؤسسه های نیکوکاری در انگلیس ساخت 10 باب منزل برای خانواده های آسیب دیده در سیل اخیر پاکستان را به پایان رساندند. این شورا در صفحه توییتر خود با انتشار توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت این 10 منزل با همکاری دانشکده تربیت اسلامی انگلیس در منطقه دیرا اسماعیل خان ساخته شده و اولین مرحله از این گونه فعالیت بوده و ادامه خواهد داشت. به مناسبت میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام مراسم جشنی با حضور ده ها کودک در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا برگزار شد. در این مراسم دینی فرهنگی که توسط بنیاد شیعیان سان فرانسیسکو برگزار شد، برنامه های مختلفی هم از مسابقه، سرود، بازی و دیگر انواع فعالیت‌ها برای ده‌ها کودک دختر و پسر اجرا شد که در آن با سیره پیامبر خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما آشنا شدند. تعدادی از مسئولان مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام که از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دام الله است از سازمان حمایت از زنان شعبه شهر مقدس کربلا بازدید کرده و با مسئولان این سازمان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در این بازدید استاد حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام و استاد صاحب الجشعمی مسئول بخش حقوقی مؤسسه حضور داشته و با سرکار خانم عظام مسئول دفتر سازمان حمایت از زنان در شهر مقدس کربلا دیدار کردند. طرفین در این دیدار درباره منشور حمایت از ایتام عراق هم با یکدیگر سخن گفتند. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت به دیلی تلگراف گفت برای محو فلج اطفال حاضر است هر کاری بکند. او در پاسخ به سوالی که آیا برای برآورده شدن این هدف حاضر است با طالبان دیدار کند، این موضوع را رد نکرد و در ادامه گفت من تقریبا هر کاری برای کمک به محو فلج کودکان انجام می دهم. اقتصاد 24 نوشت اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان رسیده است. این خبر را
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده و گفته که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10% قلبش زندگی می کند. هیئت دیوان عالی هند اعلام کرد که بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس اختلاف نظر دارد و موضوع را به رئیس دادگستری ارجاع داده است. کارناتاکا در جنوب غربی هند ماه فوریه تنها ایالتی بود که پوشش حجاب را در مدارس ممنوع کرد و باعث اعتراض دانش آموزان مسلمان و والدین آنها شد. قاضی هیمانت گوپتا گفت که خواستار لغو درخواست تجدید نظر علیه این ممنوعیت شده بود، در حالی که همکارش گفت که حجاب یک موضوع انتخابی است.